توانا در سال 94 در برگزاری دوره‌های آموزشی بسیار پرکار بوده و 10 کلاس و وبینار در این سال برگزار کرده. دوره آموزشی درس‌های از هولوکاست توسط دکتر محمد رضا نیکفر در 8 جلسه و در راستای ارتقای درک افکار عمومی از فاجعه بزرگ هولوکاست و تبعیض و نجات پرستی در جهان مدرن برگزار شد. ریشه یابی و علل هولوکاست، تاریخ مدرن آزار و اذیت و نسل‌کشی، سابقه خشونت و نجات پرستی در آلمان نازی، پاسخ به انکار سیستمیک هولوکاست، درس‌هایی برای پیشگیری از وقوع نسل‌کشی در آینده از مطالب ارائه شده در این کلاس بود. اقلیت‌ها و سیاست فرهنگی یکی دیگه از درس گفتارهایی بود که توسط آموزشکده توانا در سال 94 برگزار شد. سعید سبزیان دانشجوی دوره دکترای دانشگاه واترلو به همراه سخنرانان مهمان در 8 جلسه رابطه بین سیاست و فرهنگ را بررسی کردند. از تقابل هنر و سیاست صحبت کردند و مطالبی حول محور مقاومت، آگاهی، تفاوت‌ها، مسئولیت فردی، اعتماد، مشارکت گرایی و اقدام سیاسی ارائه شد. عدم آگاهی از مشکلات و تجارب زندگی معلولان و حقوق معلولان باعث حضور کمرنگ اونها در جامعه میشه. پروفسور جی دلمژ در دو وبینار با عنوان معلولیت در سینما تصویر ارائه شده از معلولیت در فرهنگ عامه رو بر اساس نمایش شخصیت‌های معلول در فیلم‌ها مورد بررسی قرار داد و با اشاره به حضور کمرنگ شخصیت‌های معلول در فیلم‌ها در وبینار از شهروندان می‌خواد پا رو از دلسوزی و ترحم فراتر بگذارن تا درکی درست از حقوق معلولیت داشته باشن. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، هم در 5 وبینار به بحران‌های محیط زیست در ایران پرداخت و موضوعاتی مثل بحران کم آبی در کشور، نابودی زیستگاه‌ها و حیات وحش ایران، آلودگی هوا، نقش تشکل‌های مردم نهاد در حفاظت محیط زیست و مدیریت پسماندها را مورد بررسی قرار داد. بعد از اون که خانم نیلوفر اردلان، کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران، بدون اجازه همسرش نتونست از کشور خارج شه و به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام بشه، آموزشکده توانا در وبینار ممنوعیت خروج زنان متأهل از کشور با حضور خانم مهرانگیز کار به بررسی این تبعیض قانونی نسبت به زنان در قوانین جمهوری اسلامی پرداخت. در وبینار نویسندگی در روزنامه نگاری، سهراب احمریز، تر مقاله نویس والستری جورنال، روزنامه نگاری واقعیت محور رو بررسی کرد و درباره سر مقاله و یادداشت نویسی و روند نوشتن اون از ابتدا تا ویرایش های نهایی پرداخت. شهرزاد پور عبدالله، مشاور و رواندرمانگر زوج و خانواده، هم در وبینار سلامت روح و روان در 5 جلسه به مباحثی چون خشونت، آزار جنسی، خشونت خانگی، کودک آزاری، سلامت روان و مسائل تاثیرگذار بر اون پرداخت. مهدی خلجی هم در 3 درس گفتار با عنوان فرهنگ سیاسی و سیاست خارجی، اصلاح یا انقلاب، به نقش فرهنگ سیاسی در شکل دادن به سیاست خارجی ایران پرداخت و همینطور به این موضوع که فرهنگ سیاسی تا چه اندازه بر اصول تعامل با جهان بیرون و دستیابی به صلح و ثبات و امنیت تاثیر داره و آیا فرهنگ سیاسی نیازمند اصلاح هست یا خیر. دکتر مجید محمدی هم در 8 جلسه با عنوان جامعه شناسی حقوق به مفاهیم بنیادین این علم و نهادهای حقوقی پرداخت و خلأهای موجود در نظام قضایی کشور را طرح کرد و شیوه مواجهه با اونها را بررسی کرد. در این دوره همینطور وضعیت نظام قضایی ایران از نظر برخورد با وکلا و حرفه وکالت، برخورد با زندانیان متهم یا مجرم، فرار از برقراری هیئت منصفه و دیگر کاستی‌های قانونی و قضایی ایران مثل عدم استقلال قوه قضاییه مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در آخرین دوره آموزشی سال 94، آموزشکده توانا به حقوق زندانیان پرداخت. در این دوره، محمد اولیایی فرد، وکیل دادگستری و مدیر مطالعات حقوق بشر ایران، استانداردهای بین‌المللی حقوق زندانیان و تطبیق اونها با قانون مجازات اسلامی رو مورد بررسی قرار داد و دانشجویان با موضوعاتی مثل شرایط زندان در ایران، حقوق زنان و کودکان در زندان، توهین و شکنجه زندانی، حبس بدون محاکمه و نقض دادرسی،
اعدام‌ها و نحوه افزایش پاسخگویی عمومی و شفافیت پذیری زندان‌ها آشنا شدند. آموزشکده توانا امیدواره با ارائه این برنامه‌ها گامی مفید و مؤثر برای بهبود وضعیت جامعه مدنی ایران برداشته باشه.